دوستان، من دو تا سوال رو میخوام اینجا امروز جواب بدم. یکیش در ارتباط با عکاسی با میدیوم فرمت هست، که دیگه هم عکاسی از رعد و برق. در ولی اول این عکاسی با میدیوم فرمت رو توضیح میدم. ببینید، قبل از اینکه دنیای دیجیتال بیاد، معمولا سه نمونه از دوربینا وجود داشت، سه کاتگوری: یکی small format، یکی medium format و یکی large format. خب تفاوت این ستا چی هست؟ در واقع medium format، small format همین دوربینه معمولی که الان شما امروز دارین، سیستم دوربینه کمپکت یا دوربینه سیستم کامرایی که امروز دارین، که معمولا اون زمان بهش میگفتن دوربینه 135، این دوربینا به عنوان دوربینه small format محسوب میشدن، اونم بخاطر سایز نگاتیوی که استفاده میکردن. میدیوم فرمت یه مقدار از اینا بزرگتر بودن و سایز نگاتیوشون مثلا 6x4.5 سانت بود، یا 6x7 سانت بود، یا 6x9 سانت بود. یه چیزایی تو این زمینه، تو این سایزا. تفاوتش با سایز 135 که 24x36 میلیمتر بود. این تفاوت بین این دوتا در واقع کیفیت خیلی بهتر رو میداد میدیوم فرمت نسبت به سمال فرمت، اونم به خاطر اینکه قطع نگاتیوش بزرگتر بود. بعد از اون لارج فرمت هست، که لارج فرمت در واقع قطع نگاتیوش 9x12 سانتیمتر، 13x18 سانتیمتر یا 18x24 سانتیمتر بود، حتی 24x36 سانتیمترش هم هست، که این قطع فیلم انقدر بزرگه که در واقع شما میتونین اینقدر این رو بزرگ بکنین عکس رو که برای مثلا بنرهای خیلی بزرگ یا بیلبوردهای وحشتناک بزرگی که تو آمریکا این ور اون ور هست، اونا چیکار میکنن؟ از همین تکنیک استفاده میکنن که از دوربینای لارج فرمت. بخاطر همین تمامی اون دیتیل، تمامی جزئیات عکس محسوسه و میبینین. بنابراین هرچی سایز فیلم بزرگتر باشه، بنابراین کیفیت بهتری رو هم میده. البته خودش هم یه سری دردسرا داره، یه سری چیزای هم مثل خیلی چیزای دیگه، یه سری چیزای مثبتی داره. حالا من توی دیتیل و جزئیات اون قسمت نمیرم، الان بیشتر در ارتباط با اینکه چه تفاوتی داره میدیوم فرمت و سمال فرمت. این قسمت رو من بگم که اگر توی چیز سرچ بکنین توی اینترنت سنسور سایز کامپیر میدیوم فرمت بدین، بعد قسمت عکس رو انتخاب بکنین، اینجا تقریبا بهتون یک آیدیایی میده که منظور من از تفاوت فرمت یعنی چی. ببین این زرده اینجا، این یعنی 135 که ما صحبتش کردیم، که معمولا 35 میلیمتری هم میگن، بهش میگن فول فریم. ببینید تمام دوربینه دیجیتالی که هست الان دست مردم، اینا همشون فول فریم نیست، خیلی هاشون توی APS هستن، APS. APS هم باز نمونه های متفاوت دارن. APS های H که مانو کنون ES1D داره، این اندازه است، این تفاوت نسبت به این یکیه. APS-C استانداردش تقریبا این اندازه است، این آبی است. باز دوری APS-C کنون داره که کوچکتره، این اندازه است. بعد کنون G1X این اندازه میده، خب، و همینطور میایم پایین تر، اندازه های متفاوتی هستش که میاد و این سنسور ها وجود داره. میایم روی لایکا، میدیوم فرمت ها، لایکا که تقریبا میشه گفت 645 داره، یه دفعه از 35 یا همون 35 میلیمتری میایی توی این فرمت که 645، بعد یه دفعه این اندازه میشه، یا میایی توی فیس وان که این اندازه میشه. خب حالا این چه تأثیری داره؟ در واقع شما هرچی پیکسلاتون درشتر باشه، اندازه پیکسلی که توی تصویر دارین توی سنسورتون درشتر باشه، نورو به راحتی میگیره و نویزش کمتره توی عکس. بنابراین هرچی تو شما سایز سنسورتون بزرگتر باشه، نویز کمتری دارین. بنابراین نویزایی که توی این سنسور هستن به مراتب کمتر هستن. البته ایرادی که الان توی سنسورهای فیس وان و نمیدونم لایکا اینا وجود داره، میدیوم فرمت ها، اینه که اینا مثلا توی آیسو های 400 یا 800 اینا شروع کنن به نویز دادن و خیلی هم وحشتناک، و معمولا از این دوربینا توی آتلیه استفاده میکنن، یا زمانی که آیسوشون خیلی پایینه، اونه که
عکاسی از طبیعت میکنن، معمولا سعی میکنن از ISO 100 یا پایین تر استفاده بکنن تو این دوربینا. تمام عکاسایی که فشن فوتوگرافر هستن، عکاسای مد، از این سایزای بزرگتر استفاده میکنن، یعنی 35 به بالا دیگه از این سایزا سعی میکنن چیکار استفاده نکنن. من قسمت دیگرم باز اینجا با هم دیگه میبینیم این مقدار سایزا رو، اندازه سایزا رو با هم دیگه تقسیم کرده ببینین چه اتفاق میفته. و 6 در 6 میدیوم فرمت یعنی این مقدار میشه 6 در 6 سان. البته 6 در 6 نیست دقیقاً، میشه 5.5 در 5.5 و اینم 6.45 میشه، همون تقریبا 5.5 بعد 45. این سایزا رو که شما میبینین بعد متوجه میشین که ای دل غافل، منی که بالفرض مثال فلان ویدیو رو دارم عکس ازش میگیرم، عکس میگیرم اینا، چرا کیفیتش خوب نمیشه؟ پس بدونین که تفاوت بین این یکی که 24 در 36 میلیمتر است که فول فریم محسوب میشه و اون یکی که 1 اینچیه و اون دوربینه به قول معروف سپرتیه، کنونه یا نیکونه یا هرچی از این دوربینای کوچولو هست، این یه تفاوتی وجود داره، چون این خود این سنسورا وحشتناکه طرز تهیه و درست کردنش. اگر اینجا نگاه بکنین احتمالاً ممکنه عکسی باشه از اینجا. نگاه کنین این دوربینای کمپکت معمولی است. اینم دوربین 135، این مال میدیومه. میدیوم فرمته. ببینید تفاوت سنسورها چقدره؟ اینا هر کدوم از اینا چیه؟ هر کدوم از اینا خب به هر حال برای تهیه کردنش این سطح خب یه قیمتی داره دیگه، بخوای استفاده بکنی هرچی این سطحت بزرگتر میشه مسلما قیمت اون چیزی هم که باید بدی بیشتر میشه، میگم هرچقدر پول بدی آش میخوری. یک عکس دیگر نگاه بکنیم، این در واقع اگر این کلن 35 میلیمتری باشه 24-36 اینا این اندازه باشه، بعد قطعای متفاوت 1.5 کراپ فاکتوره، اینم 1.6 کراپ فاکتوره. یعنی موقعی که تو لنز موقعی دوربین میخری بهت میگن که این سنسورت نسبت به 35 میلیمتری چقدر این اندازش کوچکتره. مثلا اگر تو یه 50 میلیمتری داشته باشی، این 50 میلیمتری رو بخوای استفاده بکنی در مقایسه با بزنی لنز 50 میلیمتری تو ببندی روی دوربینی که سنسورش 1.5 برابر، یعنی این چیز اصلی 1.5 برابر این سنسور باشه نسبت به 24 در 36 که فول فریم هست. بعد اگر بخوای در بیار این 50 میلیمتری رو سوار بکنی روی این دوربینت چند اندازه میده؟ میای مینویسی روی حالا ماشین حسابی هرچه هست، مینویسی 50 ضرب داره 1.5 بهت میشه 75. پس بنابراین لنز 50 میلیمتری میشه 75 میلیمتر اگر بخوای ببندی روی دوربینی که سنسورش این اندازه باشه. اوکی، ولی اگر روی همون 24 در 36 ببندی همون 50 میلیمتری معموله. حالا اگه بخوای ببندی روی یکی که 1.6 هست، یعنی فاکتور کوچکتری هست، لنز سنسورت کوچکتره، پس بنابراین میشه 50 میلیمتری 50 ضرب داره 1.6 میشه 80 میلیمتر برای پورتره. پس تو لازم نیست بری 80 میلیمتر بخری، 50 میلیمتر بخری، اگر دوربینت فاکتور سنسورش اینقدر باشه 1.6 باشه، همون 50 میلیمتر چیه؟ کافیه و جواب خوبی میده. این خیلی مختصر بود در ارتباط با میدیوم فرمت. من حالا یه زمانی فرصت شد بیشتر توضیح میدم. این در واقع یه چیز دیگه است در مقایسه که دوربین D810 که فول فریم هست این سایز میده، پنتاکس 645 این سایز میده، اینم اگه بخوای بری تقریبا فیلم 120 تقریبا این اندازه میداد 645 120. ببینین اگر ما میگیم 645 که اینا علت استفاده کردن، این به معنی نیستش که مثلا اون اندازه 645 فیلمه. 645 فیلم به مراتب بزرگتر از 645 دیجیتال سایزه. حالا این رو باید باهاشون یه مقدار صحبت کرد که شما به چه جرأتی برداشتین این 645 رو از اینجا گرفتین. در واقع این 645 اصلی هست که روی فیلم های 120. البته اندازش نه به معنای اینه که
60 ضربه در 45 میلیمتر باشه. حتی اینجا هم باز توی چیز اصلی کوچکتر از اندازه است، ولی معروفه به 645. اما اینجا دیگه خیلی فاصله داره، این حتی دیگه 32 میلیمتر، 32.8 میلیمتر. پس بنابراین این به اندازه کافی نیست. خب این از این قسمت. میریم به سراغ چجوری عکاسی از در واقع رعد و برق رو کنیم. یه چیز مهمی که توی عکاسی از رعد و برق وجود داره اینه که میتونین برین اینجا یه مقداری بیشتر در موردش تحقیق کنین، ولی تجربه من اینه که باید بزنین رو پایه، خب این دوربینتون رو، و به سمتی بگیرین که معمولا میدونین اونجا رعد و برق میاد. این یکی قضیه است. دومن دیافراگ میتونه بزنین روی 8 یا 5.6، خب و معمولا هم از لنزای واید استفاده میکنین، 35 میلیمتری 50 میلیمتری تو این حد یا 14 میلیمتری. موقعی که این فضایی رو که میدونستین دارین میخواین بگیرین رو به سمت اونور گرفتین، شما به هر حال نگاه بکنین توی ویزورتون، توی اون قسمتی که میخواین عکس رو بگیرین، ببینید تاریکه، نمیتونین چیز رو بذارین برای فوکوس بکنه. آتو فوکوس رو خاموش کنین یا بذارین منوال فوکوس. بعد موقعی که میذارین روی دیاف 8 یا 11 بهتون عمق و میدان خیلی خوبی رو میده و فوکوس رو بزنین رو بی نهایت تقریبا. بنابراین شما یه امکان اینو خواهید داشت که از ابتدا تا انتها چیه وضوح خیلی خوبی خواهید داشت و نگران از این مسئله نیستین که ایدل قافل برمیداره چیزاتون خارج از فوکوس قرار میگیره. موقعی که این کاری کردین دوربین رو تونو سرعتش رو بزنین روی بی یا همه بالب یا سرعت های مثلا 30 ثانیه یا 20 ثانیه یا 10 ثانیه بستگی به تعداد فلش هایی که میخواد یا این رد برقایی که داره میاد، ولی بزنین روی بی بد نیست. میتونین این عکساتون رو مثلا بلفرض مثال تو همین فاصله که هست هی بگیرین، چند تا بگیرین. میبینین فلش یه دفعه این رد برق اینجا اومد، یه دفعه رد برق اینجا اومد، یه دفعه رد برق اینجا اومد. اینا رو که بعدن گرفتین میتونین توی فتوشاپ همشون رو به هم دیگه بزنین روی یه دونه تصویر، بعد این رد برق رو بزنین. احتمالاً دیدین عکسایی که اینجوری میشن معنی این نیستش که توی یک رد برق هست، این توی یه دونه گرفتن، این بلکه چندین عکس گرفته شده و اینا چیکار کردن و اینا رو گذاشتن توی فتوشاپ، گذاشتن کنار هم دیگه، این اتفاق افتاده. یا مثل اینجایی که مثلا میبینی رد برق از این بالا زده از اینجا رفته. البته تعداد عکسایی که من دیدم با رد و برقای زیاد گرفته شدن زیادن، مثلا عکسی که اینجا گرفته شده، عکس نور خیابون اینجا یه دونه است، نورای اینجا یه دونه است. این به معنی این نیستش که این در واقع این عکس بدون رتوشه، نه. اگه ببینین پرچم آمریکا درست نور خورده، این خیابون فلش اگه اینجا در حالت عادی گرفته میشد چی میشد؟ یا الان اینجا نور میخورد موقع که هر دفعه چیز میاد، رد و برق میاد. ولی چندین عکس این که توی یه دونه عکس افتاده که این رتوش شده که این شرایط به وجود اومده. حالا به هر حال چیزهای زیادی وجود داره، ویدیوهای زیادی وجود داره در ارتباط با گرفتن عکس از نور رد و برق که میتونین ببینین، ولی همه مواردی رو که من گفتم رو میذارین باز میشه، میبینین داره رد و برق میاد، اوکی یکی دوتا زد، اوکی دوتا دیگه زد اینجا، همینا رو تندوتون بگیرین. بعد شما چون الان دیجیتال کار میکنین، قبلا که نگاتیو بود و شما متوجه نمیشدین که عکس چی شده، باید بعدا میرفتی ظاهر میکردی، خب درصد بیشتر بود، ولی الان به مراتب برات راحت تره. توی پشت تصویر نگاه، پشت دوربین نگاه میکنی، میبینی که ای داده بیداد این مثلا نورش کمی یا نور زیاده. سعی کنی یه چیزی هم توی فورگراوند یا اون جلوی تصویر بذارین که اون نورا خیلی جالب بشه، مثلا این جالبه که اینجا حداقل یه چیزی هست. البته من ترجیح میدادم اینجا هم یه چیزایی پر میشد از این کشتی ها، یا اینجا این نور قرمز اومده اینجا، یا اینجا این مثلا نوری که در اینجا هستن این اتفاقا رفلکسی که از اینجا شده جالب شده. بنابراین سعی کن یه چیزی رو توی پیش زمینه بذارین و با پیش زمینه چیکار کنین؟ ترکیبش بکنین. حالا موردی که مهمه در ارتباط امنیت این قضیه اینه که هیچ وقت با سپایه اونطور چیزا نرین توی بیابون عکس بگیرین. اولین چیزی که میشه شما هدف این رد و برق‌ها قرار میگیرین. باید یک جای سیفی وایسین که بتونین عکس بگیرین. توی هتل هستین، پنجره است،
بعد از تو اون بالکنش دارین عکس میگیرین مثل همچین وضعیتی اینا، که احتمال این که شما رو بهتون رد برق بزنه خیلی زیاد خواهد بود. من بیش از این وقتتون نمیگیرم، امیدوارم که این توضیحات من براتون کافی بوده باشه. پایدار باشین.